توی مسیرم هی یکی دو بارم از کنار دستمون دوباره بچهای پیج رد میشدن، میگفتن پیج رد ترابل سلام، گفتن سلام سلام فلان اینا. رفتیم داخل خونه و خیلی هم محبت داشتن در حق ما، قشنگ یه سفره‌ای برای ما چیدن. بلافاصله قبل از ما هم زائرای دیگه رفته بودن اونجا شب پیششون، کلا ساختمونه کلی انگار مثلا آدمای مختلف مثلا ایرانی مثلا توشون زندگی میکرد. با فاطمه قرار داشتیم که صبح زود بلند شیم و ساعت 5 بزنیم به راه و بریم نمیدونم عمود شماره 0 و 1 و هر چیز از شروع کنیم به مسیر. این اتفاق نیفتاد، ولی تو این فاصله ساعت طرف ساعت 4 و نیم صبح بود که من حالا مثلا یه 3-4 ساعت خوابیده بودم و از خواب بیدار شدم با یک صدای خیلی عجیبی از خواب بیدار شدم. ما پامونو از ساخت اون گذاشتیم بیرون، دیدیم آفتاب 2-3 ساعته که در اومده داره داغ میزنه روی این آسفالت. یه 20 دقیقه گذشت و این برقش هم قطع شد، ولی من فقط میخوام یه لحظه تصور کنید شرایط چجوریه. 2 بعد از ظهر، این چندین ساعته که این زمین و این همه چیز داره آفتاب میخوره. رو فرش میشستی داغ بود، رو صندلی پلاستیکی میشستی داغ بود، بعد پتو گلبافت اونجا بود. فرض کن تو تابستون پتو گلبافت، یه لحظه تصور بکن چقدر سخت، تکیه میدادی به میله آهنی بود داغ بود میسوخت. بعد این واسه برق هم خب ما رسیدیم فرودگاه نجف، رفتیم تو صف این که وارد کشور بشیم که حالا این پاسپورت چک. یکی از بچه‌هایی که قبلتر تو فرودگاه تهران دیده بودیم گفتش که بچه‌ها از اینجا بیاد بیرون، از این ور خود عراقی رو ردتون کنیم. انگار همسرشون عراقی بود. بعد هیچی، یه 4 تا کلمه عربی رو رد شدیم. یعنی یه صف مثلا یک ساعتی رو ما توی 2 دقیقه. اینا از بچهای پیجا، بچه پیج ما رو شناخت و گفت که بیا من همسرم عراقی و صحبت میکنه و رد شدیم رفتیم. آره خدا عمرش رو همین فقط ردمون کرد، خداحافظ التماس دعا همین. آره خیلی باحال بود. آقا بذارید من اینجاش تعریف کنم، این خیلی باحال. 50 دینار اونایی که قسمت قبلی دادن 50 دینار تو جیب ما بود، ما هم گفتیم این پول اصلا زیادمون میاد. از مرز عراق که ما وارد شدیم و پاسپورت چک شدیم و همه چیز، تو اون سالن انتظارات که حالا ما چمدون نداشتیم دیگه، با کیف کلی اومده بودیم تو اون سالن، همونجا میبینید که قلقله هست و ملت دارن چی میخرن؟ سیم کارت میخرن. 2-3 تا شرکت مختلف هست، نمیدونم چی سل، نمیدونم بعد اسماشون رو فراموش کردیم، حالا خیلی وقت پیشه. به همون یکی از دوستامون از انگلیس که باهاش آشنا شده بودیم و چندین بار کربلا رفته بود، به همون گفته بود که این مثلا شرکت خاص رو حتما ازش دوری بکنید، اون یکی رو برید بگیرید. حالا اسمش من پایین بعدم براتون میذارم. ما رفتیم اینجا و نگاه کردیم سیم کارت ها رو، پلنای مختلف داشتن، روزی 100 مگ، روزی 400 مگ، نمیدونم یک هفته 10 گیگ، یک هفته نامحدود و فلان این چیزا. ما هم گفتیم خب بالاخره ممکنه یه جا از همدیگه جدا بشیم، نیاز به اینترنت داریم، بعدم همزمان میخوایم استوری و تولید محتوا همه این چیزا. ما نامحدود یک هفته ایش رو گرفتیم. قیمت این نامحدود یک هفته ای با اجازهتون در می اومد 17 دینار به ازای هر سیم کارت، یعنی با هم میشد 34 دینار. 16 دینار از اون 50 دینار برای ما بود. ما گفتیم خب خدا رو شکر بالاخره هنوز پول در جیب اون هست. اونجا بود که سورپرایز شدیم. سورپرایز. پس 50 دینار هیچ پولی. آره 50 دینار فهمیدیم که شایدم کافی نبود. اومدیم بیرون از سالن و با یه دو نفر صحبت کردیم و انگلیسی هم متاسفانه خیلی زیاد صحبت نمی‌کردن. یه دو تا راننده اومدن جلو، میدونستن ما بالاخره مسافر هستیم، میخواستن ما رو از فرودگاه نجف ببرن کجا؟ ببرن حرم امیرالمومنین تو دل خود نجف. و ما وایسادیم، یه دو تا قیمت بهمون گفت، گفت 20 دینار، گفتیم نه 20 دینار نمیدیم و فلان و چک چونو. یه دو تا زوج دیگه هم اومدن، خلاصه 4 نفری شدیم، رفتیم سوار این ماشین شدیم. از هر زوجی احتمالاً خوردم کارت پاچمون، از هر زوجی چقدر گرفت؟ 15 دینار گرفت. 2 تا 17 دینار یه 15 دینار رو هم دیگه میشه 49 دینار. یک دینار تعجیب مامون. ما الان رسیدیم مرکز نجف، از یه جا نزدیک حرم هم که میشه، از یه جا بعد دیگه مثلا بسته میشه و نمیدونم منطقه قدیمی میشه، همه پیاده میشن و فلان این چیزا. حالا شرایط ما رو حس کنید، 1 دینار تو جیب ما هست با اون 100 دلاری بنده خدا حسین آقا، و خسته و کوفته رسید توی منطقه ای که شلوغ. و حالا اون منطقه خاصی که داشتن از ما رو ازش رد میکردن که مثلا از فرودگاه بیایم تو شهر، یه منطقه بود که هنوز مشخص بود که جنگ زده بود، یعنی ساختمونای قدیمی خیلیاش حالا یا مثلا خرابه بود یا خراب شده بودی بخشیشو فقط درست کرده بودن. شب بود، نور زیاد نبود،
بعد دوباره تصور بکنید که ما الان یه یک هفته خیلی وحشتناک سخت و طاقت فرسای رو پشت سر گذاشتیم با همه هیجاناتی که داشت، ولی از از فیزیکی و از از عاطفی خسته بودیم. رسیدیم توی محیط جدید که خودش از آدم کلی انرژی میبره، یه محیط جدیدی که نمیدونی هم زبونش چیه و چه، با یه اما اشاره شاید بتونی بعضی چیزها رو مثلا رد بکنی بری، ولی یه دینار هم هست که تو جیبت هست. اوکی، what do you do؟ اولین کاری که کردیم چی بود؟ رفتیم سمت حرم. فکر کنم هنوز یه خورده ای از تو هواپیما خوراکی مارکی این چیزا داشتیم، اون موقع مثلا گرسنه و تشنه و این چیزا نبود، ولی رفتیم سمت حرم، گفتیم خب بالاخره تا اینجا اومدیم بریم یه زیارتی بکنیم. رفتیم وارد اون منطقه حرم شدیم. چجوری بود تو توصیف بکن واقعا؟ من خیلی حال خوب بود، یعنی تو از اون گنبد مثلا امیرالمومنین که میبینی خیلی قشنگه، خیلی حال خوب داره. حالا ما همون چیزی بود که میخواستیم، اوناش واقعا فوق‌العاده بود از نظر احساسی. بسیار شلوغ بود، یعنی ندیده بودم انقدر شلوغ. الان امروز دوشنبه هست، 4-5 روز مونده تا خود اربعین، ولی دیگه شلوغ شده، چون تازه یک دو روزم هست که دوباره مرزا رو باز کردن. یه موجی از زائر اومده تو کشور، اومده سمت نجف که بره به سمت کربلا. و واقعا من فکر میکنم خیلی خوبه که آدم همچی جمعیتی رو ببینه، خیلی حس مثبتی هست، ولی اینفراستراکچر این منطقه، زیر ساخت شهری این منطقه نمیتونه یهو مثلا 20 برابر اون جمعیت نرمالش رو کشش نداره بخواد تحمل بکنه. همه هم دارن کمک میکنن، همه خدام واقعا با اشتیاق و شور و دل و خلوص نیت دارن سعی میکنن. خودش داره اینجوری میره، یعنی واقعا تحت کنترل نیست. آره خیلی خیلی سخت اون شرایط برای یه زائری مثل ما که تازه اومده و خسته است و این شرایط داره. خلاصه خیلی دیگه گفتیم هر جوری که هست ما میخوایم بریم داخل حرم. از شانس خوب ما همون روز یا نمیدونم شب قبلش حرم امیرالمومنین زلونش رو کلن بستن. تا 3-4 روز کلن هیچ خانومی وارد حرم و زریح و اینا نمیتونست بشه. آره فکر کنم از بابت ازدحامی که پیش اومده بوده یه دو نفر یا مصدوم شده بودن یا فوت کرد، اصلا یه چیز خیلی هم ازدحام جمعیت زیاد. آره بخاطر این فقط مردونش رو من خیلی خورد تو ذوقم، چون من فقط از بیرون، حتی وارد حرم ما نمیتونستیم بشیم، وارد صحنان مثلا ایوون طلا رو و اینا رو ما اصلا ندیدیم. هیچ به امیر سلام گفتم تو میخوای بری من وایسم؟ بعد امیر سلام گفتش که نه تو نمیتونی بری، منم نمیرم. و احتمال این که همدیگر گم بکنیم من بالا بود، یعنی تو اون شرایط. بعد دیگه وایسادیم یکم همونجا و همون طرف های کم را رفتیم و دیگه شروع کرد گرسنمون شدن. گفتیم که ما یه آبی نه، حتی آب و اینا هم بود، گفتیم بالاخره یه غذای خوراکی یه چیزی بگیریم. نگاه جیبه اون کردید، اون یه دینار هست و یه صد دلار. رفتیم بیرون، غذای چیز بود نظری زیاد بود، ما اصلا واقعا اونجا پول غذا ندیم. رفتیم دنبال صرافی. آره رفتیم دنبال صرافی یا اول از نونوایی های قدیم بود این ملت جلوی همه صف میکشتن میزدن تو صف و فلان اینا. اینطوری دو تا نون میخواست صرافی های این شکلی بود. من تو زندگیم صرافی هایی که از تومن تبدیل به دینار میکردن. تازه فکر کنم اینا چیزام کارت خانم داشتن بعضیاشون، ولی مثلا نصفش کار نمی‌کردن. اینا اون تصور ما که حالا میریم از کارت مثلا بانک ملیمون استفاده می‌کنیم هم جوابگو نبود اونجا. آره بعد هیچ دیگه دیدیم که ما می‌خوام توی صف بسیم له میشیم. بعد رفتیم هم تو راه رفتیم اینا، یه صرفی دیگه پیدا کردیم که حالا چیز بود که دلار رو دادیم و آره دلار دادیم، اونم احتمالاً یه خورده گزارش رو شو 140 نمیدونم 2 دینار یه چیز اینجوری 100 دلاری دادیم، 142 دینار عراقی گرفت. به ما دادن و یه بخشش گذاشتیم جورابمون رو گذاشتیم کیف فاطمه و کیف خودمون و فلان اینا و دیگه. بعد گفتیم که خب خیلی خب حسین آقا همین الان داغوت هستیم تا پایان مسیر. بعد دیگه هیچ، ما هم همینطوری گفتیم که خب بریم دیگه به سمت خونه این دوستی که داشتیم که بریم خونه اینا تو نجف. چون ساعت هم دیگه ساعت فکرم 10-11 آره دیگه دیر شده بود، حرم هم نتونسته بودیم درست بیام زیارت بکنیم. گفتیم بی خود صبر میکنیم اینجا که چی، خسته هم بودیم، شب قبلش هم تو اتوبوس بودیم و اصلا خیلی وضعیت آره استراحت کنیم. بعد همچون که رفتیم تو راه رفتیم چند تا غذا بهمون دادن که حالا خوردیم و ما خیلی هم کلا توی مسیر خیلی غذا زیاده، خیلی زیاده، ولی من و امیر حسین واقعا توی غذا خوردن اصلا زیاده روی که نکردیم، هیچی، خیلی هم کم غذا خوردیم. کلا اشتهامون یه خورده چیز کم بود، ولی به شدت آب خوردیم. مثلا آب برام مهمتر از غذا بود.
حالا سه چیزی هم اینجا خوردیم و یه چیزی که توجه کنی تو شهرهای جدید که میری دا ما خب خیلی عادت داریم که از گوگل مپس استفاده میکنیم. آدرس این بنده خدا رو زدیم از حرم مثلا گفته بود که آقا 40 دقیقه پیاده راه. کلا خیلی مهمه که این شهری که میری توش گوگل مپ این قابلیت رو داشته باشه که مسیرها رو دقیق بهتون نشون بده، هم بگه کجا بازه هم کجا بسته است، همه که واقعا مسافت رو اگر مثلا میگه که اینقدر طول میکشه همونقدر باشه، دو برابر سه برابر اینا نباشه. ما زدیم و از تو نقشه خیلی به نظر فاصله زیادی نمیومد ولی گفت که 40 دقیقه راه. راه افتادیم و داشتیم میرفتیم و به قول فاطمه یه دونه نوشیدنی. من وسط بگم امیر حسین وقتی که میبینه مسیر زیاده به من نمیگه چقدر مسیر زیاده، میگه نزدیکی. ببین 40 دقیقه راه رفتیم، امیر حسین میگفت نه الان میرسیم. نزدیکی یه جمعش که تو هم میرسه میشه بگی چند دقیقه مونده، من دیگه نمیکشم. آره واقعا دیگه روانی شده بودم، واقعا خسته بودیم، خیلی خسته بود. توی مسیرم هی یکی دو بارم از کنار دستمون دوباره بچه های پیج رد میشدن، میگفتن پیج رد جمیل سلام، گفتن سلام 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 اینا، خیلی حس باحالی بود. بعد خلاصه ولی یه جایی توی مسیر ما رسیدیم دیدیم که داره ما رو از یه مسیر میبره که مثلا این دیگه جاده اصلی نیست، این داره از یه خیابون های میبره که نمیدونم دیگه چراغاش نورم نداره، 200 متری یه بار یه چراغی هست. و دوباره گفتیم باشه بریم، حالا بالاخره ناامن نمیدونیم هست یا نیست ولی میریم توکل. رفتیم جلوتر دیدیم رسیدیم به یه دیواری، میگه مستقیم برید، ولی ما رسیدیم یه دیواره یه دیواره یه دیواره به یه دیوار رسیدیم، یه دیوار دیدیم این جواب نیست و ما باید بریم دوباره مسیرمون رو دور بزنیم. اون 40 دقیقه بر اساس این بود که این مسیر واقعا بازه وسطش، ولی خب حالا آپدیت نبوده گوگل مپ، اومده بودن یه ساخت‌وسازی کرده بودن و از این رو چیز. دوباره راه افتادیم دیگه خسته، گفته فاطمه هم میگه بهم بگو چند دقیقه مونده، من میگم با خدا نمیدونم چند دقیقه مونده. یه دعوامون میشد، یه تاکسی اومد و دید که ما داریم از یکی از همین ماشین شخصی. آره ماشین شخصی بود، لایکسوس چیزی بود فکر کنم، ماشین خیلی خوبی. آره اومد و دید که ما داریم تو یکی از این خیابونا آروم آروم پاونم درد گرفته بود اینا داشتیم راه میرفتیم، یه بوق زد و گفت که مثلا where are you going، حالا از شانس ما انگلیسی هم حرف میزد، گفت where are you going، ما گفتیم مثلا اینجا، و گفت بشینید من میبرمتون. اونم تو مسیری که تو گوگل مپ زد یه چند جا به بنبست خورد ولی در نهایت ما رو رسوند به خونه این بنده خدا. رفتیم داخل خونه و خیلی هم محبت داشتن در حق ما، قشنگ یه سفره‌ای برای ما چیدن. بلافاصله قبل از ما هم زائرای دیگه رفته بودن اونجا شب پیششون، کلا ساختمونه کلی انگار مثلا آدمای مختلفه، مثلا ایرانی هم مثلا توشون زندگی میکرد و قشنگ معلوم بود که موکب شده بود، انقدر شلوغ بود، انقدر صدا بود، و مثلا هر خونه ای برای خودش تعداد آدم داشت، بعد این آدم که میرفت که دیگه میومد، یعنی مثلا اینا انگار 24 ساعت مثلا آره زائر داشتن، زائر جدیدی بود 15 روز اینا مثلا خونهشون در خونهشون بازه، هر کی بیاد تو یعنی لیترالی هر کی بیاد تو راش میدن، میگن قدمت به روی چشم غذا درست کنن شام بهش میدن. خیلی قشنگه، خیلی واقعا خیلی خیلی خدا خیرشون و خدا حالا حفظش کنه، انشالله که هر کجا هست هم خودش برادرش خانوادهشون خیلی به ما کیف دادن. منم خسته بودم، بچه هم دوست داشتم با من حرف بزنم ولی من نمیفهمیدم چی همه شدشون اصخایی میکنم. آره یه بنده خدای اومده بود تو مردونه میگو ای تو پرشت تو امیر حسین، گفتم آره، گفت خانم هم الان رفته یه موکب دیگه، مثلا جا نبوده اینجا اون رفته یه موکب دیگه، یه عکس بگیریم باورش که نمیشه که مثلا ما شوانیم، گفتیم آقا خورمه چا کریم. خلاصه اونجا خیلی باحال بود و من شبش یه ماجرا داشتم. اول من بگم من تو اتاق بودم، تو اتاق مثلا حالا خوردمون خانم و آقای یکی علی تخت بود و مثلا قد دو نفر رو زمین اینجا جا بود و زیر تختم راه بود که مثلا دستشویی بود، مثلا مسترش بود. آقا من که حالا یکم با بچه‌ها حرف زدم اینا، ولی واقعا دیگه داشتم انا لله و انا الیه راجعون، داشتم میمردم و من قش کردم، یعنی پتو رو دادم و گفتم اونا حرف زدم ولی من که نمیفهمم، من چشام بسته بود و خواب بودم. هیچی صبح شد بعدش هم سه داستانش در کنم، منم خواستم برم دستشویی آمادشم که بریم، بعد یه نفر این پایین تخته اینجا کموده اینجا مثلا قد اینه که یه نفر راه بره اینجا در دستشویی، و یه نفر اینجا خوابیده بود این خود صابخونه بود، صابخونه خانم صابخونه بود، بنده خدا این وسط خوابیده بود، یعنی که جا نبود بخوابه. بعد منم خیلی سعی کردم که وقتی میخوام از کنار این رد بشم، یعنی بذار خواب من مهدی صادق گفتم که من خدا بیدار میشه مثلا اگه جای دیگه دستشویی هست برم یه جای دیگه مثلا اینو اذیتش نکنم، بعد گفت نه آروم برو مثلا چیز بشه. من خیلی سعی کردم که نخورم به ایشونو برم به سمت دستشویی، بعد هیچ انگار مثلا گوشه پای من خورد مثلا به گوشه‌ای که مثلا چادری که انداخته تو سرش، این کشیده شد و این بیدار شد.
وا این بنده خدا یه لحظه یه سحنه من داشتم رو هوا میرفتم این داشت رو زمین میرفت بعد یک ترسید نگو که من داشتم رد میشدم برم به سمت دستشویی ایشون داشته خواب سوسک میریده من هم لحظه اصلا یه بود یک جیغ و دادی شد انقدر خنده دار بود که خودم خلاصه خیلی شب باحالی بود و من خیلی خوب خوابیدم یعنی مثلا قشنگ حالم خوب شد یعنی زنده شدم دیگه آماده شدیم که بریم همزمان تو مردونه خب دوباره میگم در خونه اینا بروی همه زوار باز بود ملت میومدن میرفتن این چیزا و ما طرف های ساعت 12:30 اینا بود که گوشه این اتاقشون که حالا وسطش هم یه سفره پهن کرده بودن مفصل و همه این چیزا گوشه این اتاق من افتادم دراز کشتم اومدن یه پتوی هم بمیدن گفتم تو حتما خیلی خسته ما میدونیم مثلا هفته گذشته چی کشیدی نه شما مثلا بگی بخواب ما گفتیم با اجازهتون بخش ما دراز میشیم فلان همه این چیزا و گرفتیم خوابیدیم با فاطمه قرار داشتیم که صبح زود بلند شیم و ساعت 5 بزنیم به راه و بریم نمیدونم عمود شماره 0 و 1 و هر چیز از شروع کنیم به مسیر. این اتفاق نیفتاد ولی تو این فاصله ساعت طرف ساعت 4:30 صبح بود که من حالا مثلا 3-4 ساعت خوابیده بودم و از خواب بیدار شدم با یک صدای خیلی عجیبی از خواب بیدار شدم دیدیم آقا یکی جدید اومده با یک واقعا کلمه عظیم و جسه که میگن مناسب این فردی یک جسه عظیم با یک خورپف عمیق یه چیز اصلا عجیب غریب آره فیلمشو من گرفتم با موبایلم که شما صدا رو هم چیز کن صدا رو هم بشن آقا این خب همه میدونید که خیاری و نمیدونم عمود بر همون پای یکی تو صورت یکی دیگه و این بند خدایی که داشت خورپف میکرد نزدیکترین فرد به من بود پاشم تو صورت من یه پایی هم داشت خشنگ ماشاءالله یه پای بزرگ انگشتای گوشتی بزرگ اینا این داشت خورپف ما هم گفتیم خب بالاخره حالا بالاخره بعضیا خورپف میکنن نه یه 10 دقیقه گذاشتیم نه این جواب نیست مثلا نمیشه خوابید اینا وسطش هم یه چرخشی کرد و برگشت رو پهلوش رو یه مثلا 5 ثانیه صدا خفه شد بعد دوباره بلند شد حالا گفتم این جواب نیست این پاش که تو صورت من بود من یه ایدهی به ذهنم رسید گفتم شاید من اگر مثلا بیام یه خورده ای این انگشت پاش فشار بدم شاید این مثلا یه دوباره برگرده رو پهلو و مثلا قضیه رفع بشه این انگشت رو فشار دادیم یه بار دوبار محکم فشار دادیم ندیدیم نه این تکون نمیخواد دیگه یه خورده شیطنت زد به سمت اعصاب داشت خورد میشد اینا این پاشو که دیدن یعنی کف پا قشنگ تو صورت خب اینجوری قلقلن کردم این کف پا رو دیدم که داره میگه این یه تکونی خورد و اینا اما متاسفانه این قضیه باز رفت نشد ما هم گفتیم یا ما واسه خودت میدونی با این ظاهرت ما فقط خیلی خسته ایم یه کاری بکن که این چیز بشه دیگه ما بتونیم بخوابیم دیگه فکر کنم این 5 دقیقه گذشت و صدای موبایلا در اومد که از اون صبح بود و اینا یه خورده این بنده خدا دوباره پلو شد و بعد ساکت شد ما هم بلند شدیم رفتیم نماز بخونیم تو این فاصله اومدیم گرفتیم خوابیم 5 صبح شد ساعت 8 آره 5 صبح شد 8 صبح همه هم باز خواب بودن چون میگم بعضیا ممکن بود اصلا وسط نصف شب ساعت 2 3 هر چیزی رسیده باشن شد ساعت 8 صبح و من زنگ زدم به فاطمه که فاطمه بهتره بلند شیم بریم یعنی ای پیام پیام میدادم مثلا از 5 گفتیم بلند شیم ولی دیدیم واقعا بدنم کشش نداره مثلا 3 ساعت دیگه بخوابیم بهتر ساعت 8 شد ما بلند شیم هر چیز آخونه که واقعا اصابونه و خواهی ناش بختیم و اینا گفتیم نه دیگه ما دیگه خیلی دیگه دیرمون شدیم 5 صبح بعد میرفتیم و فلان چیزی میگن ما نمیفهمیم باید حرف اونا آدم گوش کن آره دلیلی هم که میخواستیم 5 صبح را بیافتیم چون به همون پس ذهنمون بود و به همون توضیح شده بود که مثلا خوبه صبح زود را بیافتید که هنوز هوا خنک باشه مثلا آفتاب خیلی در نیامده باشه ما پامونو از ساخت اون گذاشتیم بیرون دیدیم آفتاب 2-3 ساعته که در اومده داره داغ میزنه روی این آسفالت و باز تا یک ساعت اولش خوب بود تا ساعت 9 خوب بود یعنی ما رفتیم مسجد کوفه آره. یعنی اومدیم بریم مثلا تو مسجد کوفه یه زوجی جوونی ما رو سوار کردن خیلی هم باحال بود حالا براتون میذارم این
چیز نوحه الالا هم گذاشته بودن قشن تا یه جایی نزدیک مسجد کوفه ما رو بردن و خدا عمرشون بده و بعد ما پیاده شدیم رفتیم دوباره مسجد کوفه دیدیم اصلا نمیشد وارد بشه تو حیاتش به زور آدم میتونست بره دیگه. ممنونم خداحافظ. رفتیم مسجد سهله. تا مسجد سهله هم هوا اوکی بود، یعنی قابل تحمل. برای اونایی که نجف نرفتن اگه بخوان یه شمای کلی داشته باشن، این پایین فرودگاه نجفه، اینجا مسجد امیرالمومنینه، این بالا یعنی شمال فرودگاه، این بالا مسجد کوفه است، یه خورده بالاتر مسجد سهله هست که الان بهش میرسیم و این مسیر رو بگیری بری بالا میری تا کربلا. از مسجد سهله دو تا مسیر داره به آره. این صورت که میرن به کربلا، یکیش مسیر علما هست که نخلستانه، یکیش هم مسیری هستش که تلویزیون نشون میده و اینا که خیلی موکبه. بعد ما رفتیم مسجد سهله و طرفای ساعت 11 ظهر بود این موقع رسیدیم. من رفتم داخل مسجد سهله با کوله تونستم برم تو، امیرحسین نذاشتم. آره مردونه نمیذاشتم. بعد یه چیزی دیگه امیرحسین وایساد، من رفتم تو، منم میرم حالا اونجا. خب اوکی میشد به تو بیا یه نمازی بخونی و اینا. منم تو گفتم خب دیگه حالا شروع کنم. ساعت چنده؟ ساعت 11 ظهر. مسجد سهلم عمود شماره 1 هست، یعنی ابتدای مسیری که 1400 خورده ای تا عمود داره. همه عمودا هم یعنی بین هر دو تا عمود 50 متر فاصله است، یعنی مسیر نجف تا کربلا تقریبا 70 کیلومتر. خب ما 11 ظهر روز سه‌شنبه تازه راه افتادیم، و حالا به ما گفته بودن که همونجوری که فاطمه گفت بهمون، گفته بودن که دو تا مسیر هست، یه مسیر هست که از جاده میره، یه مسیریه که معمولا زوار از مثلا 90% 80% هر چی زوار از اون مسیر میرن، به فاصله مثلا هر چند متر یک بار یک موکبی هست و مثلا هیچ وقت آدم گم نمیشه و همه این چیزا. و یه مسیر دیگه هست که بهش میگن مسیر علما، از نخلستان میره و این مثلا اینجوریه که شما 100 تا عمود میای، بعد اگه پشیمون شده باشی میتونی برگردی به سمت جاده. بعد 100 تا عمود 150 تا عمود آره. میتونی مسیرتو بدی بهمون. گفته بودن به صورت خاص شما اگر معادل 300 تا عمود برین جلو میرسین به یک جایی به نام الکفل، که یک مسجدی هست مثلا نزدیک یا لب رود فرات، و این خیلی مثلا مسیر علما هست دیگه. حالا ما هم خیلی فاز علما گرفتن اونجا، می‌خواستیم آره می‌خواستیم از اون مسیر بریم. خلاصه راه افتادیم، طرفای ساعت 11 ظهر بود، آفتاب هم دیگه واقعا داغ داشت و سرمون می‌زد تو این مسیر. حالا کلیپاشو اینا هم می‌ذاریم. قشنگ اینجوری بود که یه عده‌ای مسئول آبیاری بودن، اصلا اسمشو بذاری شلنگ گرفته بودن. آره می‌پاشتن که جاده یه خورده خنک بشه، اگر زائر رد میشه ما کلامون در میوردیم، میگرفتیم زیرش کلاه خیس و میذاشیم رو سرمون. خیلی مهم بود و واقعا لازم بود، یعنی گرم بود، گرم بود. این الان که مثلا اواسط ماه سپتامبر هست، خب میشه کی؟ میشه قبل از مهر. خلاصه اون موقع آره میشه شهریور. خلاصه اون موقع دقیقا زمانی بود که لازم بود، هر 5 متر یه باری هم یه آبی میگرفتیم و از یه کلمنی میخوردیم. بعدا متوجه شدیم آقا از کلمن نباید خورد و بعد این آبای بسته‌بندی که بسته هست و اینا رو بخوریم و اینا. ولی دیگه ما حالا جدا از این که آب و اینا همه جا هست، رزگاهی آب کامل یخ زده، اومدیم جلو یه جا هم نشستیم. فکر کنم شاید مثلا 20 تا عمود اومده بودیم جلو، یکی دو کیلومتر آره نشستیم یه ناهاری خوردیم و بازم اومدیم جلوتر. خیلی هم جالب بود این مسیرش واقعا، این که بعضی قسمتاش میرفت تو خود نخلستان و نمیدونم کف زمین شن بود و اوکی بود. البته خیلی کثیف بود بعضی جاها، البته همه جا بود خیلی آشغال بود، اما خیلی حالش حال بهتری بود، شلوغ نبود، کسی رو دست و پات نبود، صدا کمتر بود. خیلی اینش خیلی ما خیلی دوست داریم اگر یه بار دیگه رفتیم با انرژی بیشتر و برنامه‌ریزی درست‌تر از این مسیر واقعا بریم و... ولی انقدر که گرم بود، خیلی بخوام براتون توصیف قشنگی بکنم، این مارمولک اسکار رو یادتونه تو کبیر بود، بعد اینجوری آب میشد، بعضی وقتا مثلا له میشد، اینجوری عرق می‌ریخت و اینا، من قشنگ احساس میکردم من مارمولک اسکارم و دارم آب میشم تو زمین. قشنگ احساس میکردم کفشم داره اینجوری میشه، مثلا داره نرم میشه، داره وا میره. موبایلم داشت وارنینگ. آره موبایلمون وارنینگ مثلا اوورهیتینگ و این چیزا بود. آقا خلاصه ما خیلی حالا جزئیات هست، ما سعی میکنیم اون نکات اون قسمت کلیدیشو بگیم. خب سلام علیکم. خاک کرد.
الان عمود 45 هستیم از تو نخلستان. خلوته اینجا. خیلی خلوته چون ساعت 12 ظهره، هیچ کسی این موقع نمیاد. خوش عقلی دیل آفتاب راه نمیره. ما می‌خواستیم صبح زود بلند شیم ولی واقعا خسته بودیم دیگه، قبلا گفتیم براتون. بعد هیچ دیگه الان تو این خیابونم که داریم راه میریم هی مثلا این هیچ هایکرا چیز می‌کنیم. دست بالا می‌گیریم یا قمر. لهنش. یه دست بالا می‌کنیم که شاید یکی ما رو ببره جلو، ولی حالا فعلا داریم پیاده میریم. به ما گفتن که آره دم زورم هست دیگه، اینجا ماشین کمه، آفتابم سوزان، آبم به وفور هست و به وفور میخوریم. یعنی واقعا اونایی که حالا شالا قسمتتون بشه یه بار بیاین سر آب اصلا تعارف نکنید، چون مثل روغن موتور میمونه تو این هوای داغ. مخصوصا بقول بچه ها دیگه اصلا نیاز به دستشویی رفتن اینا هم نیست چون تبخیر میشه. چی؟ ماشین ادکا میره. ادکا آلمان اینجاش کنم. ما آلمانیم یا عراق؟ نه اینجا آلمان نیست قطعا. آره داریم تبخیر میشیم سر زوری دیگه، واقعا توانایی نشیم. موبایلم هم داره جوش میاد، یعنی الان دستم که پشتش گرفتم قشنگ داغ داغ. بعد چقدر بچه ها جالبه که امام حسین اینقدر شخصیت بزرگی هست که هرچی بگیم که کمه که هیچی، ولی مردم به واسطه این که امام حسین رو دوست دارن و میان خدمت میکنن به من زائر احترام میذارن، دست منو میگیرن، میگن بیا اینجا ببرم نهار، بیا استراحت کن. بعد اصلا حالا مثلا دیدید یه نفر به شما احترام بذاره، فرضا شما یه کاری میکنید، مقامی که هست میکنید، هرچی چه حسی داره، بعد ببینید میشن بیا خانم میشنوید، بعد حالا نه به خاطر خودت، به خاطر عشق به یکی دیگه انقدر به تو احترام بذارن. خیلی قشنگه احترامشون، داد میزنه واقعا، بتونن به زور میکشوننه. خیلی جالبه این حرکت، روح درونیشون انقدر چویم در راه با مثلا فی سبیل الله دارن کار میکنن. یه بعضی وقتا موکبایی میبینی یه دیگ بیشتر نداره، کل من آب بیشتر دارایی شده بیمارم ببر ماشینت داراییشو میریزه. اون آب داره به من بده، اون داره چایی داره، دوتا خوری چایی داره، خیلی قشنگ، خیلی حس توشه. یعنی نمیدونم، بعد بعضی وقتا خودم میگم ما هم شکلی هستیم، ما بخشنده هستیم. آره واقعا دمشون گرم. ما الان تو راه یه جایی هستیم نام کفل، الکفل، که در اصل ما داریم از مسیر نخلستان میریم و نمیدونم الان من و فاطمه تو تصویر هستیم یا نیستیم. مثلا اینا که افتاده بیم زن نور موبایل هم از این بالاتر نمیاد، افتاده هم داغ. anyways از کنار رود فرات داریم میریم و بریم ببینیم میتونیم برسونیم خودمون رو یه ماشینی یه چیز پیدا کنیم. بلن توی مسیر که داشتیم میرفتیم خب خیلی گرم بود، من یه جایش دیگه داشتم دیوونه میشدم، بعد منتظر بودی که یه ماشین بیاد ما رو سوار کنه مثلا یکم ببره جلوتر توی مسیر علما. بعد یه دوراهی تور بود، یکیش با ماشین میرفت، راه ماشین بود، یکیش هم راه مثلا پیاده بود، چند تا موکب بود و اینا، خاکی تور بود. بعد اینجا وایسادیم یه کمی مثلا 10 دقیقه که ماشین بیاد، ماشین نیومد. اگه ماشینم میومد از این عراقیایی بودن که اصرار که سوار شو بریم خونه ما مثلا اونجا باشیم. گفتن تو خونه چی داریم؟ وای فای داریم، دوش داریم، سالن شیرازی داریم، خلاصه تبلیغ. هم بعد ماشین مثلا خوبه، مثلا معلوم بود، ولی مثلا ما رو نمی برد جلوتر. آره میگفت حتما ما بیاد خونه من ازتون تیکر کنم. آره. نوکریتون میکنم، استراحت کنید، همه. آره. این چیزا فقط این. اونم البته کار درست، و اون یعنی کاش عقل کرده بودیم و حرف اونو گوش کرده بودیم. آره. چون نیاز به استراحت داشتیم، ساعت 12:30 ظهر اصلا خیلی وقت. آره. کاش واقعا چیز کردیم. ما هم گفتیم نه و دیدیم ماشین که نمیاد و توی مسیر خاکی رفتیم جلو. یکم رفتیم یکم نشستیم، آب خوردیم، آب ریختیم سر گلمون، همینطور رفتیم و دوباره این خاکیه که یکم تموم شد یه ماشین پیدا کردیم. ما این ماشینه رفتیم جلوتر، رسیدیم یه جایی که هم نزدیک بود به مسیر اصلی هم تو مسیر علما بود، مثلا یه چیز بینابین بود و ما اینجا ما رو پیاده کرد. بعد ما دیدیم یه سوله بزرگ، یه ساختمون بزرگیه، گفتیم خب ما داریم میمیریم دیگه، ساعت 2 بعد از ظهر بود الان. آره گفتیم حتما باید بریم این تو یکی دو ساعت استراحت. آره. کنیم. گفتیم اینا قطعا هم کولر دارن دیگه. آقا ما رفتیم اینجا یه سوله بود که برای ایرانیا بود، کرایه کرده بودن برای اینجا.
ساعت که ما رسیدیم برق قطع شد. آره ما مثلا اینجوری بود که یه ساختمون داشت اونجا، یه بخش آقایون داشت خانما، فاطمه رفت تو بخش خانما، یه کولری هم حالا دم درش گذاشته بود، نمیدونم تو چه خنک بود، من همون بیرون زیر یه سایه بونی نشستم رو زمین. الان دما 44 درجه است، ساعت 1:40 بعد از ظهر و دیگه اوج گرمای امروز تقریبا تا یه ساعت دیگه و تو هفته آینده چند روز آینده 3-4 درجه خنک‌تر میشه. یه جایی پیدا کردیم و ولو شدیم افتادیم و نگاه کردم دیدم 11.7 کیلومتر راه اومدیم، تازه یه بخشش هم با ماشین اومدیم و الکفل هم ول شد چون ماشین ها از اون سمت اصلا نمی رفتن، بعد موکب و اینا هم ندیدیم خیلی زیاد باشه، گفتیم خودمون پیاده بریم یه حکم میاریم وسط راه دیگه. خدمتتون عرضم که آره الان انگار داریم نزدیک اونجایی که ایستادیم، نزدیک اون مسیر اصلی نجف تا کربلا از اون جاده تقریبا عمود 130 هستیم، امشب میخواییم برسیم عمود 700، حالا پیاده که قطعا نمیشه چون که میشه 570 تا میشه چقدر میشه 28 کیلومتر اینها نمیشه پیاده رفت، ولی احتمالا با یه ترکیب ماشین و اتوبوس و موتور اینا خودمونو میرسونیم به اون 700. امشب اونجا اسکان میکنیم تا چیز کنیم تا فردا شب ان‌شاءالله خودمون میرسونیم کربلا که میشه چهارشنبه شب و پنجشنبه شب باید بعد از یه زیارتی برگردیم سمت نجف، چون میگن جمعه صبح که پرواز داریم جمعه را نیفتیم همون پنجشنبه شب را بیفتیم اهم‌تره. من خیلی خستم همین صحبت بکنم. درست میگه فاطمه، یه 20 دقیقه گذشت و این برقش هم قطع شد، ولی من فقط میخوام یه لحظه تصور کنید شرایط چجوریه. 2 بعد از ظهر، این چندین ساعته که این زمین و این همه چیز داره آفتاب میخوره، رو فرش میشستی داغ بود، رو صندلی پلاستیکی میشستی داغ بود، بعد پتو گلبافت اونجا بود، فرض کن تو تابستون پتو گلبافت، یه لحظه تصور بکنید چقدر سخت، تکیه میدادی به میله، میله آهنی بود داغ بود میسوخت، بعد این واسه برقم برق رفت، یعنی ما مثلا شاید 20 دقیقه بیشتر، شاید یه ساعت، هر چیزی تا اومدیم یه خورده استراحت کنیم برق رفت، دیدیم همه دارن مثل مورچه در میان راه بیافتن، نمیشد که اونجا بشینی که پنکه هم نباشه دیگه، اصلا میذارن از افتضاح. دیگه طرفای ساعت مثلا 3:30 اینا بود که ما فقط یه کم هم استراحت کرد، در حدی که آبی بپاشیم سر صورتمون، یه نمازی بخونیم، یه 5 دقیقه استراحت بکنیم، دوباره راه افتادیم برگشتیم به سمت اون جاده‌ای که ماشینا ازش رد می‌شدن میومدن میرفتن به سمت جاده اصلی. اینجا وایسادیم، فاطمه دیگه حالش داشت بد میشد، ما استراحت که هیچ نکردیم، گرمازده‌تر همش آره، گرمازده شده بودیم و اینا، فاطمه هم داشت حالش بد میشد و ایستادیم تا اینکه یکی از این یادتونه قبلا مینی بوس نه ولی اینای کوچیکایی که سرویس مدرسه میبردن سبز رنگ بودن و اینا، یکی از اینا اومدن و داغون ولی گفتیم تو رو خدا هر جور هست ما رو ببر جلوتر، برسون به سمت به عمود نمیدونم 130، اونجایی که تقاطع این خیابون این جاده با جاده اصلی هست، ما حداقل برسیم اونجایی که این وسط بیابون نباشه، همه موکب باشه و ما بتونیم مثلا اونجا حالا یه استراحتی بکنیم یا کلی ریزورس باشه، منبع باشه، هر چیزی. سوار شدیم و دوباره ما رو برد جلو و خدا خیره این حسین آقا بده، دوباره اینجا هم یه نمیدونم 3-4 دینار 5 دینار هر چیزی از ما گرفت و قبل از اینکه تازه برسه اون سر ماشینش خاموش شد. آره ماشینش هم یه 100 متر از اینکه برسه به جاده خاموش شد و ما پیاده شدیم و فاطمه اینجا واقعا دیگه حالش خوب نبود، انگشتاش قشنگ باد کرده بود، میدونید یکی از مکانیزمای دفاعی بدن در مقابل گرمازدگی اینه که این اکستریمیتیز مثل انگشتا و دست و اینا شروع میکنه باد کردن که یه خورده تعرق بیشتر صورت بگیره، خنک بشه، اینا قشنگ سوسیسی شده بود انگشتاش، خیلی ها نمیشه، آره خیلی ها اینجوری میشه، آره دیگه ما دیدیم اینجوری جواب نیست. ما یه لیست موکب داشتیم، خیلی دوست داشتیم که بتونیم خب یه مسیر زیادی رو پیاده بیایم، ولی ما یه لیست موکب بهمون داده بودن، گفته بودن اینا موکبای اساسی ایرانی ها هست، مثلا فرض کنید شماره 328 تا از خودم دارم میگم یادم نیست دقیقا، یا شماره 728 چیزای اینجور. ما گفتیم که ما باید هرچه سریعتر خودمونو برسونیم به یکی از اینا هر جور باشه اگه اتفاق خدا نکرده بیفته حداقل ازمون تیکر میکنه. اومدیم لب جاده و 5 دقیقه نشد که لب جاده اصلی ایستادیم
و یک الانترای تر تمیز و خوشگلی. فرض کنید نکنید بچه ها اونجا خب اکثر ماشینا ماشینای لوکس آنچنانی نیستن، ماشینای نو نیستن، همه پنجره پایین در باد گرم تابستون میخوره بهت و اینا. یه الانترای خوشگل کولردار خنکی اومد ما رو سوار کرد و گفت که گفت اولش هم گفت الالا، بعدش هم یه پولی ازمون گرفت، ولی قشنگ ما رو از عمود 130 یه 30 کیلومتر برد جلو، برد تا عمود اونم 700 مثلا 10 15. اینجور نشسته بودم آخه، آره باد کوله هوای خوب بدیم خیلی خوب. اینجا فکر کنم تو همین ماشینم بود که ما یه عکسی داریم از موبایل من بود، موبایل تو بود که نوشته بود overheating، موبایل داغ کرده اصلا باید خنک بشه و اینا، یعنی قبلش اینقدر گرما زیاد. ما رسیدیم عمود نمیدونم حالا 710 15 20 هر چیزی، اون موکب اصلی ایرانی ها رو ندیدیم، اما میدونستیم که یه خورده جلوترش مثلا 500 متر 1 کیلومتر جلوترش عمود 747 یک عمودی بود که خیلی دوست داشتیم بریم موکب اونجا رو ببینیم. این عمود یا این موکب، موکب اینترنشنال ها بود، دم درش پر از پرچم از کشورهای مختلف و اینا بود، یه خوردم حسار داشت، اینجوری بود که مثلا هر کسی هم اینترنشنال می بود، آره هر کسی هم نمیتونست مثلا بره تو و اینا. رفتیم دم در خیلی مثلا همینجوری ساده بازی که ما میتونیم مثلا بریم تو، گفتن که مثلا آره از کجا میاید و بفرمایید اینا، ما هم گفتیم آره داریم از انگلیس میایم. آقا ما رسیدیم به این موکه چی شد؟ بقیهشو تو قسمت بعدی بگیم. آره بقیهشو تو قسمت بعدی. اینجا اصلا فوق‌العاده میشه ماجرا. خودش یه داستانی داره. بیا تو قسمت بعدی برات تعریف کنم. آره میبینیم. سلام. بیا یه کاری بکنیم. بیا تو بهم بریم اونجا. تو شروع کن انگلیسی صحبت کردن. بگو از انگلیس اومدی. میخوای 2 ساعت 3 ساعت اینجا بخوابیم. به تو یه تخت بدن که تو اینجا بخوابی. آره. چیزی من گفت که یه خورده‌ای خطری شرایط. اونم این که بعد همه اینایی که داریم تعریف می‌کنیم، سختی‌هایی که داریم تعریف می‌کنیم، همش برای رسیدن به یک هدفه. خلاصه خدا خیرشون بده، خدا خیر همه اون افرادی بده که تو این مسیر امام حسین گذاشتشون سر راهمون، به گونه های مختلفی کمکمون کردن. خیلی وقت بود که ما دوست داشتیم بریم کربلا، از اون 2-3 سال پیشی که حتی راه افتادیم رفتیم فرودگاه فرانکفورت، از توبینگن که حالا موقع آلمان زندگی میکردیم رفتیم فرودگاه فرانکفورت و به دلیل کرونا و حالا اون موقعی که ایرانی‌ها رو راه نمی‌دادن همه این چیزا ما نتونستیم بریم. چقدر ذوقمون خورد تا حالا یه سال بعدش که تونستیم. زد و خدا خواست، امام حسین خواست.